بیشتر بدونید تا سالم زندگی کنید در نبضه سلامتی صبح و زندگی با بخش های نسخه سخت و ساز و تازه های طبی امروز هم یکی از موضوعات بسیار مهم را در بخش گوش و گلو انتخاب کردیم و می خواهیم که در مورد حالت نام پیری گوش به شما عزیزان معلومات بتیم حالتی که گاه اوقات با بالا رفتن سن در نزد افراد دیده میشه و افرادی که سنشان هم بلندتر از 50 سال هست اکثرا این حالت را تجربه میکنند ولی که آیا همه افراد که سنشان بالا میشه به حالت پیرگوشی یا پیری گوش مصاب میشن و یا خیر و یا راه جلوگیری و پیشگیری در این مورد وجود داره در این بخش از برنامه هم دکتر صاحب خیلی عزیز و گرامی با ما هستن دکتر صاحب نور محمد غفوری متخصص امراض گوش و گلو بسیار خوش آمدین دکتر صاحب صحبتن بخیر تشکر به ببینیم ما سلام خود به شما و به شما خود میکنم. سلامت باشین دکتر صاحب خوشحال هستیم از حضور شما خوب است که صحبت های بیشتر آغاز بکنیم با دکتر صاحب نور محمد قفوری متخصص امراض گوش و گلو که خوشبختانه با ما هستند خب دکتر صاحب ابتدا در مورد پیری گوش بر ما معلومات بدین که چگونه یک اختلال شنوایی است بسیار خوب شما میفهمید که اما قسمت داخلی گوش گوش چند قسمت داره قسمت قسمت بیرونی و مابینی و داخلی اومو قسمه داخلي کې اموږ جو حجيرات ریشي اسبياس ته کې ارتباط په مغز میگیره دا مونږه مثلي ديګه ازاي بدن کې د بي حساب عمر متاثر ميشه امو قسمتم به مي حساب او متاثر ميشه مختلف ځای په تنهایی یا بسترتي عمومي او متاثر میشه اما وظیفه که باید اجرا کنه با مو طریقه اجرا کرده نمیتونه یعنی و دکتر مشکلی شنوایی پیدا میشه سن افراد که پیشرفت میکنه مثلا جلد افراد با پیشرفت سن خراب میشه چملک میشه و چین و چروک ایجاد میشه به مو رقم هم گوش حالت پیری را حاصل میکنه و در قسمت شنوایی خود کمتر حساس میشه بسیار خوب بالکل امیتراست تا پنج سالگی هر چیز تقویت میشه مساهر خوب د ډاکټر صاحب درمورد عوامل و اسباب پیریګش معلومات بدین کې چې کوم عوامل سبب مېشه چې نزد یک فرد حالت پیریګش ایجاد شوه سر خوب یوه ترسن کې یک چیز طبيعي استه یک اول مسله خاني است دوم جينېټیک مسله استن یعنی د بعضي طبقات مردوم يې مسله پیری بسديش زیات است لیکن د بعضي طبقات هم پیسدي کم است ان مسا دمو ایرسي پکتور د یو رول داره دوهم چیزاستن ک مردوم د کوم حالت ژوند کی میکنه د کوم مهرب ژوند کی میکنه مثلا مردوم د دیهات ژوند کی میکنه بسیار شور او مشکلات نداره او اکثره به مشکل مواجه نه میشه لیکن بعضی مردوم کی مثلا د شهر ژوند کی میکنه یا یی ډول یو کارو زی پداره ک بسیار شور او دشور مواجه میباشه او زیاتر مواجه میشه به مو پیری ګوش به استره وده خوراك غذا هست غذا هم مثلا ار بسار شهميت استعمال ميكنه غذا باعس چر باشه تنجي رجا ميشه خنسي نميرسه همون زودتر زیادتر مردم اگر یه رکم غذا استیمان میکنه و ارتباط میگیره با مو صاحب یک سوال که من خواستم از شما پرسان بکنم در مورد استفاده از گوشکی ها و یا هم هدفون ها است که امروزه بسیار در بین جوان ها شده و تعداد زیاد از جوانان علاقمند شنیدن موسیقی از طریق گوشکی های موبایل های خوشمندشان هستند و موسیقی های دلخواهشان هم اشنوند دکتر صاحب، اگر یک فرد در جریان روز بیش از اندازه به موسیقی توسط گوشکی ښته دا دا چې اندازه سبب کیږي چې به سیس شنووي ګوشش آسیب برسې بالکل هم اندازه صدا پرټ میکونه اگر صدا مثلا بلند باشه انتنسيتي زیات باشه بهمو با اندازه اگر کمترم بهمو आवाज مو واجب باشه زو تاسر میکنه غوش داخلي او حجرات تخريب میکنه <applause> لکن اگر کمون باشه لکن مسلسل بري بسیار وخت امو غوشبو نيست من میکنه يا مثلا غوشه کي استعمال میکنه کي به مسلسل به صورتي مسلسل چي میکنه او تمن تاثير میکنه به حجرات کي بري شنوایی کار میکنه و را ضربه میته و خراب میکنه خیلی خوب دکتر صاحب راه های پیشگیری از پیری گوش کدام ها است؟ آیا افرادی که سنشان به مرور زمان پیشرفت میکنه و زیاد میشه میتونن که از پیری گوش جلوگیری بکنن و یا به صورت نرمال در نزدشان به مرور زمان ایجاد میشه؟ او بسیار خوبي بسیار مهمه اس او يك يك خو يك پرسيس اس هست تبياس تکي او ازو خو دلګي رينه ميشه البته ما پيشتر ووتم كي چيز يرسي يك فاکتور استن و بر علاوه ازي هم پيشتر ووتم كي هم مردم ك زياد بمراي او شور او आवाज مواجه ميشه اگر ازو يك زره وختش کم كنه يا مثلا د یک زندگی را د یک ماحول خاموش باشه یا پیریګوش شاید د یو یک ځرا کومک وکنه البته غذا مهم است پشتر ګوښنه شهمیت او چیزه را کم کونه د یک غذا ایم او موازین و, اس و استفاده کنه خو غذاهای ډکر پشتر دوا دوا اکسیس دیگه ما می خوښنه ګوین دوام بسیار مهم است بعض دوا کی اټو ټوکسیک ما ګیږی کومې ګوشي داخلي مهاجراته تقریبا میکنه د مو خوردن یا مو غذاها یا ډاکټر کی توصيه میکنه اگر کوم مشکل د غوښه احساس کول نه د موختي صرفمو دوا باید به با ډاکټر مراجعه کو نه زوتر تر تر ته کی غوښه تخریب نشه ولا یوه چیزهسته کی ادم کار به بسیار عالی دکتر باز هم با شما صحبت های خود ادامه میتیم توصیح های شما را می داشته باشیم و همچنان در مورد راه های تداوی گوش از شما گفتنی های را میشنویم خدا کنه که پس از این شما عزیزان هم بیشتر توجه در قسمت رژیم غذایی تان داشته باشین و از میوه ها و سبزی ها حتما استفاده بکنین چرا که سبب میشه تا سیستم دفاعی بدن شما را تقویت بکنه و همچنان سبب میشه که شما جلد زیباتر و شفافتر داشته باشین حالا صحبت های خود ادامه میتیم با دکتر نور محمد غفوری که تا این لحظه صحبت‌های بسیار خوب داشتن در مورد عوامل پیری گوش و راه‌های پیشگیریش هم صحبت کردن ولی همین لحظه دکتر صاحب در مورد اهمیت ورزش بر ما بگوین که چقدر کسایی که ورزش میکنن و روزانه تمرین منظم دارن میتونن که از مساب شدن به پیری گوش جلوگیری بکنن و شنوایی خوب داشته خوب باشن. بسیار خوب شما نکته متوجه شدی. په ستاسو ماده جوړبرایي جلوقګري غوښتديم یو مهم چيز دی دغه یو سر ورزش است اگر منظم ورزش داشته ته بره لوي کی غذای کی چربې کم داشته باشه او یو ذره غذای متوازن باشه با ورزش اگر امره منظم ادم داشته بشه د دا ژوندۍ خود ای مصلکه دیګه از کله نگاه میکنه عمیتور به غوشون یو تاثیر مثبت در ایکسرسایز ورزش بسیار مهم است بر جلوقګري کمشدن شونوی غوش په حساب عمر خیلی مهم است بسیار کدام نوع ورزش بهتر میتونه که کمک کننده باشه یا مهم نیست که چی نوع ورزش مثلا مشخص... فعالیت فیزیکی داشته مشخص ورزش خود مثل کی ورزش بر دیگه از همیشه مقصد که هم... جریان خون بهتر باشه و بر دیگه از چیزی ورزش که چیز هستی تو خاص ورزش بری گوش چیز نیست همی یعنی هم ورزش که هستن همو تاثیر مثبت داره به گوشم خیلی عالی پس چه خوب است که بینندای عزیز ما شما هم حتما تلاش بکنید که در جریان 24 ساعت حتما نیم ساعت الا یک ساعت را حتما به ورزش کردن تخصیص بتین تا بتانین که وجود سالم تر داشته باشن و جریان خونتان هم بتانه که در تمامی قسمت های بدن شما حرکت داشته باشه و بتونید که وجود سالم تر داشته باشین حالا دکتر سایت در مورد راه های تداوی پیری گوش اگر یک فرد مصاب به حالت پیری گوش می باشه در کدام طریقه ها شما فرد را مورد تداوی قرار می بسیار خوب اول خوب پیشتر باید بگویم که مو قسمتی که متاثر میشه به حساب عمر یک قسمت نیستن یک سی چار قسمت است که اورم تاثیر میکنه یک خامو حجرات است که داخل علت تلجر کده بریاځي کې هم را انتقال ده شو او په داسې مو ريشه اسبيهسته همو امکان درمو تاثیر شوه یو پرداس په نوم بيزل ممبرين اګه هم شو یو قسمتي دیګا کې انرژي جوړ میکنه دیګا راي تلاوي شون یوک شي یو ا په چیز طبیعت استا یو پروسیس طبیعت استا ازو خدام جلهګيري په صورتي عمومي په دواو به شيزا کې شوه نه ميتا نه البته چن چیزاس کې د یو کومک مې کونه مثلا یو ماښمو کې ګوشکی مګي هيرينګ اړي به په اصطلاح یو ماډرن جوړ شوه کی امر پرګرامینګ مې کونه ډيجټل استان امو په تقریبا یو تاسې 500 مردوم کومک ګ میکنه البته نه به تمامیشا به یګان شای استعمال یازو یو ځرا د اذیت میته و به یک صدې یا کومک میکنه و بل علاوه یازي یو تر شخص دوا نيستان کی ادم بوګي کی دوا استعمال کونه مراد راګا یا حجرات تقوی میکنه یا پس احیا میکنه ای شایدي تر منظم دوا چیز وجود نه داره ودīga یەک امانیت دغه س ماکو کلری ایمپلانت میګیم د بازی مردمو اگر مم ریشې یا سبيکي ارتباط مغز پیدا میکونه او سالم باشه به با مو مردوم یا کوکلری ایمپلانت یګا وخت یەک اپریشن هستن او یەکالا د داخل بیوزی امو ساختومانی کې برې شنووي ګوش هستن امون جماندمېشه او وظیفه از اجرا میکنه بعضی مردم عموم است... کمک میکنه بله فعلا آیا این طریقه در افغانستان امکان پذیر هست در کشور ما یا خیر بسیار مشکل است اینجا چون یک ذره چیز ادوانس است تا اندازه که کوکلر ایمپلنت اینجا نمیشه بله،, بله یعنی طریقه های کشت هلزونی قسمت داخلی گوش هم فعلا در دنیا وجود داره و کسایی که بیشتر از این مشکل رنج میبرن یعنی دوست ندارن از عالی گوش استفاده بکنن و یا هم از وسایل کمک کننده میتونن که عملیات ای پروسه انجام بدن با مشوره دکتر سایبا بعضی دکتر سایبا البته بعض از مریض ها هستن که به صورت خودسر میرن از آله های گوش استفاده میکنن و زمانی که حس شنویشن کمتر میباشه یا صدا کمتر میشنون میرن مستقیم از دوکان به صورت خودسر خریداری میکنن استفاده خودسر از این آله های شنوایی و تعیین کردن درجهش به صورت دلخوا چقدر میتونه مشکلات را در آینده به فرد کنه یک مشکلات ایجاد میکنه یگان وخت پایدام ن میکنه مثلا پیسې مشرت میشه او پایدام ن میکنه اول باید دوا با ډاکټر مراجعه کنه د بعضي حالتای کی اودم مثلا شنوې گوش داره بسیار پایدام میکنه د بعضي حالتہ بگوين کی پایدام ن میکنه بلکې به مریض اذیت میته او استعمال карда نه میته او برلاوی دیګا امو گوش کی د بازار خریده میشه بلکې د ډاکټر نه روا او اگر سیده گوش فکس نه باشه فیلت نه باشه مسدمو چیز کی جوړ میشه او اگر د یک حالتي ضرورتم ب مریض باشه شایدمو استفاده کی او بوکونه به مو اندازې استفاده نه میکنه ازې از خاطر اول به ډاکټر مراجعه کنه اومو ګراپي ګوش غريب ته شوه او دیده شوه چې برای ځین مریض ګوشه کی چی استعمال پیدا میکنه یا نه میکنه بعد ازو ډاکټر بریش اډوایز میکا اومو بهتر میاي چې از مرجي مسلکی ای ګريب ته شوه په البته په مشوره د ډاکټر بسیار خوب ډاکټر صاحب موارد او تفسیحات بسیار خوبه داشتین بر ما او بر بینندای عزیز در مورد راه های جلوگیری از پیری گوش هم دکتر صاحب صحبت کردند خدا کنه که شما عزیزان هم شنیده باشین و پس از این در زندگیتان بیشتر نکات را که دکتر صاحب گفتن تطبیق بکنین تا بتانین که حس شنوایی بهتر و خوبتر و سالمتر داشته باشین حالا دکتر صاحب اگر کدام گفتن یه خاصه به مردم عزیز ما دارین و به خصوص به افرادی که مشکل شنوایی دارن و یا هم اخیرا برشان تازه ای مشکل ایجاد شده پیام شما چی است مردم ما که چون یک یک چیزی که جوړ کده یا الله تعالی چیزی اراده ایش بشه د مو چیزی کردنه میتایم اگر کسي هم تور په می حساب ګوش مشکل داشته بشه اول خو یې را به با باید قبول کونه به و زیات بر اسپیکر او تشويش نکونه و, و دیګه خوب تر اس به ډاکټر مراجعه کونه تا کی و صحیح تشخیص شوه او چیز رائے کی لازم بره تداوی استه و برش توصيه کونه یی و پشتر کی مو و ګو پتم اگر مردومي کی تباله عمرش ایا مشکل نه درمو د غذاله کو کوشش کنه ورشه منظم وکنه ی خوب تر اس مریضه تر کی یو دګل وګریم شوه بحقا. و از این مشکل نجات پیدا کنیم بسیار خوب یک دنیا تشکر دکتر صاحب گرامی نور محمد غفوری متخصص امراض گوش و گلو از اینکه دعوت ما را پذیرفتین و امروز در بخش نبض سلامتی صبح و زندگی تفسیح های خوبه بر ما و بیننده عزیز داشتین تشکر, تشکر از شما از شما هم یک دنیا تشکر میکنم کنم بیننده عزیز و مهربان از اینکه بخش های مختلف نبض سلامتی صبح و زندگی به خاطر دیدن انتخاب کردین تشکر از اینکه برنامه های ما را برای دیدن انتخاب کردین اگر علاقمند برنامه های قبلی ما هستین پس اینجا را کلیک نماین اگر دوست دارین برنامه های بعدی ما را ببینین پس اینجا را کلیک نماین و اگر میخواین به چینل یوتیوب آریانا تلویژن بپیوندین پس همین لحظه سابسکرایب کنین